تاریخ 13 نوامبر 2023 با کودی رودز آغاز میشه. کودی میگه خب واشنگتن دی سی، میخواید در مورد چی حرف بزنیم؟ میدونم در مورد چی باید صحبت کنم. من کلی خاطرات فوق‌العاده توی این ارینا دارم و میخوام براتون امشب خاطره سازی کنم، وقتی که من و همتیمی مین ایونت جی اوسو کارمندان اندسپیوتد تک تیم رو برنده میشیم. البته که مسابقه پیش رومون وار گیمز، پس بدون مقدمه بذارید تیم خودم رو بهتون معرفی کنم. جی اوسو، سامی زین و ست فریکن رالینز وارد میشن و تماشاچیان موزیک ست رو میخونن و ست بهشون میگه دی سی خیلی مهربونید. کودی ادامه میده دی سی، همه ما توی این رینگ به یه دلیل حاضریم، اون ججمنت دیه. چه با این دوستمون کل کریرم رو سپری کنم، چه با این دوستمون که اخیراً هم قدم شدیم و یا ست و کودی با هم فیس تو فیس میشن که ججمنت دی وارد میشن و فین بالر میگه هی بویز، این چارتا دلغک رو ببینید، حتی نمیتونن تو چشای هم دیگه نگاه کنن. چه جوری فکر میکنید که میتونید توی وار گیمز ججمنت دی رو شکست بدید؟ دیمین میگه بچه بیاید واقعی باشیم، شما یه گروهی هستید که خیلی رندوم کنار همید، اینی که ما هستیم یه خانواده است. فکر نکنم بدونید خودتون رو تو چه مخمسه‌ای در وار گیمز انداختید. وقتی که وارد اون قفسه بزرگ میشید بهتون قول میدم که بالاخره ججمنت دی کارشو با یک یکتون به اتمام میرسون. فیلم میگه هی ست فریکن رالینز، چه حسی داری که قهرمان کارمند سنگین وزن باشی اما کنار کودی رودزی وایسی که هیچ وقت نتونستی شکستش بدی؟ دیمین میگه حرف از کودی شد، هی کودی چه حسی داری که میدونی اینا رو تو هر مسابقه که بخوای شکست میدی اما تنها کاری که نمیتونی بکنی اینه که قهرمان باشی؟ فیلم میگه سامی زین، تو به خودت میگی یه سوپرستار در سطح قهرمان جهانی، اما با توجه به چیزی که هفته پیش به نمایش گذاشتی شریکت اینو میدونه، منم اینو میدونم که تو چیزی جز یه لوزر نیستی. دیمین میگه حاج آقا مین ایونت جی اوسو رو از قلم نندازیم، از شما صدا یه سوال دارم، واقعا میتونید به این یارو که با اسم بلاد لاین دهن همتون رو سرویس کرده اعتماد کنید؟ دام میگه حقیقت اینه که تماشاچیان دام دام رو هو میکنن و نمیذارن این بچه حرفشو بزنه، که سعی میگه حقیقت اینه که هیچ کس نمیخواد صداتو بشنوه. دام فکر کردید نمیدونیم دارید چی کار میکنید؟ سعی میکنید بینمون تفرقه بندازید. موضوع اصلا این نیست، ما میتونیم مسائل شخصیمون رو کنار بذاریم، چون بذار صادق باشم این مسابقه همش سر قدرته، درسته؟ آره شما بچه‌ها درباره قدرت صحبت میکنید و بهتون کردیت میدم و تقلب تونستید به این قدرت زیاد برسید، اما حد بزنید چیه؟ سروایور سریز وار گیمز و نمیدونید چی در انتظارتونه. دوتا رینگ، یه قفس که قرار وحشیانه ترین مسابقه ی زندگیتون باشه و تو مسیر سخت میفهمید که قدرت توی را دست کساییه که دارید الان بهشون نگاه میکنید. کودی میگه حرف از قدرت شد، شوکه شدم که شما بچه ها بدون مامی اومدید اینجا، منظورم اینه که اون رهبرتونه دیگه، درسته؟ دیمین میگه اون لیدر نیست، ججمنت دی. کودی میپره وسط حرف دیمین و میگه میخوای بگی ججمنت دی رهبری نداره اما وقتی مامی نباشه فرض میکنم که دستورات رو دام میده یا دام رهبره؟ دیمین میگه دامانیک لیدر نیست، چون که کودی دوباره میپره وسط حرف دیمین و میگه دام نیست، گرفتم دام نیست، فین نیست، تو هم نیستی. پس میرسیم به جیدی مکتو که دیمین داد میزن و میگه کودی من لیدرم. بقیه اعضا دیمین رو چپ چپ نگاه میکنن و جی میگه کودی فکر کنم فشاریش کردی ایت. دیمین میگه توی وار گیمز ججمنت دی که صد میبره وسط حرف دیمین رو میگه خفشید، همه تون خفشید، حالم از این همه حرف زدن به هم میخوره، من برای مبارزه آمادم، امشب 4 نفرمون باید مبارزه کنن و 4 نفر دیگه‌مون نه، من و سمی لباس رزممون تنمونه، چطوره که این دوتا گندگوز رو چکی کنیم؟ یلا جیدی، یلا دام، بزن بریم. دیمین میگه هی ست، ما قبول میکنیم. ست میگه پیرسی بیا و اینو همین الان رسمی کن و بریم تو کارش.
اولین مسابقه شو آغاز میشه، مسابقه تقدیم بین سمی و ست در مقابل جیدی و دام. تو این مسابقه خوب تقریبا همون ابتدا دام و جیدی تصمیم میگیرن رل کنن برن، اما سمی و ست میفتن دنبالشون و مجبورشون میکنن که به مسابقه ادامه بدن. سمی سری به دام اکسپلودر میزنه و میره برای هلواکیک، اما دام جا خالی میده. جیدی میاد توی رینگ تا روی سمی حرکتی بزنه، اما ست میاد و جیدی رو از رینگ خارج میکنه و ست و سمی با هم روی دام و جیدی پرشی رو انجام میدن. میره تو تبلیغات و بعد تبلیغات میبینیم که سمی زین به جیدی مکدونا مانکی فیلیپ میزن و با ست تگ میکنه که جیدی هم سری با دام تگ میکنه. بعد یه زد و خورد ست میاد با کل بامب بزنه، اما جیدی اجازه نمیده که سمی خارج از رینگ ترتیب جیدی رو میده و حواس دام به این داستان پرت میشه. ست میره برای یه پدگیری، اما دام حرکت رو به 619 بدل میکنه، ولی ست هم 619 رو به سوپرکیک بدل میکنه و بعد با کل بامب میزنه و میره برای یه جای کورب استامپ که دیمین و فین و مامی سر و کلهشون پیدا میشه و به ست حمله میکنن و مچ با دیسکوالیفیکیشن تموم میشه. سر و کله جی و کودی هم پیدا میشه که شاید یه خر تو خر گسترده میشیم که ادام پیرس و عوامل میان و اینا رو جدا میکنن که توی رینگ جی به دیمین سوپر کیک میزن و بعد میره برای اسپیر که جیدی مکدونا خودشو برای دیمین فدا میکنه و ادام پیرس عصبانی میکروفون به دست میشه و عربده میزنه کافیه. آدم اعلام میکنه که تمام کسایی که توی وار گیمز هستن به غیر از کشتیگیری که باید توی مین ایونت مسابقه بدن از ارینا بن شدن، که مامی از این تصمیم شاکی میشه و میگه این تصمیمت آشغال، ماندی نایت را به ججمنت دی نیاز داره، تو نمیتونی ما رو از ارینا بن کنی. آدم میگه یعنی میگی دوست نداری؟ ریا میگه آف کورس که آره. آدم میگه صادقانه بگم عزیزم، به چپم هم نیست، تو ماندی نایت را رو اجرا نمی کنی، جاجمنت دی ماندی نایت را رو اجرا نمی کنن، من ماندی نایت را رو اجرا می کنم و ممکنه دوستش نداشته باشی، اما بهتره که اون چهره کوچولوی خوشگل تو توی مین ایونت نشون ندی، چون جون دل که زوی سارک وسط حرف آدام پیرس وارد میشه. ریا میگه خوب شد، این دیگه چی میخواد اینجا؟ زوی میگه ریا میدونم که اونقدر که به نظر میرسه احمق نیستی و همه دقیقاً میدونیم که من چرا اینجام. آدم میگه خانم ما به اندازه کافی دراما داشتیم. ریا میگه آدم شش، کافیه برات، میخوام بشنوم زوی چی میخواد بگه. زوی میگه خوب میدونیم که من توی مغزتم، با یه دست چند تا هندونه برداشتی، نگران خیلی چیزایی، وار گیمز، مسابقه تکتیم امشب، دم دم کوچولو و الان کارمنده دور کمرت. هفته پیش توی راه همه زنان رو شخم زدم تا این فرصت رو به دست بیارم، اگه فکر میکنی میتونی یه ثانیه ازم غافل بشی؟ که ریا میپره وسط حرف زوی و میگه نه 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 زوی، اینجا رو داری اشتباه میزنی، من ازت غافل نشدم، در واقع از زمانی که توی NXT بودی زیر نظر دارم تو، میدونستم که فقط یه اختلاف زمانه که ما فیس تو فیس بشیم، منظورم اینه که تو سال اولت که اینجا بودی خیلی کارا کردی، حالا فیمر دبل WWE تریش استراتوس رو فیتیل پیچ کردی، دمن به کلینچ رو شکست دادی و در واقع خودتو به عنوان یکی از زنان برتر اینجا در WWE میدونی. جالبه، چون الان که بهش فکر میکنم تو منو یاد خودم میندازی. زوی تو قهرمان آینده ای، اما تنها راهی که میتونی توی این کمپانی قهرمان بشی اینه که توی برند مخالف من باشی، چون مامی همیشه تو اوج. تماشاچیان فریاد میزنن مامی، و مامی ادامه میده پس من زوی رو میشناسم، میتونید مامی رو تشویق کنید، مشکلی نیست، چون زوی من ازت غافل نشدم و باید چند تا هندونه بر نداشتم، من میتونم جاجمنت دی رو هندل کنم، عنوان قهرمانی تکتیم وار گیمز، دام دام، سیاست های بکستیج، عنوان قهرمانیم، چون من ریا بلادی ریپلیم. اومدی اینجا و حرفاتو زدی، حالا از رینگم برو بیرون تا بتونم بیزینس جاجمنت دی رو هندل کنم. ریا با آدم سر و کله میزنه که زوی میگه ریا بذار اینو بگم، من تقریبا اون تایتل رو توی کراون جول ازت گرفتم و توی سروایور سریز قهرمان خواهم شد. زوی میکروفون رو پرت میکنه سمت ریا و میره که ریا میاد از پشت به زوی حمله کنه، اما زوی با یه جا خالی باعث میشه ریا از رینگ خارج بشه، بعد میاد تا روش پرش انجام بده که این اتفاق نمیفته.
حاج آقا شینسکه ناکامورا رو نشون میدن که میفرمایند من ناامید شدم. تو غرق در برکت و سعادتی، پس من انتخابت رو از بین میبرم و الان این فرصت برای منه. این حواس پرتی ها تمرکز من رو ازت دور نکرده. نبرد بعدی رو ببری یا ببازی فقط تو نزولی، مشکل من نیست. برای الان من صبر میکنم، چون میدونم همش با دستای من به پایان میرسه. مایکل کول میگه تارگت ناکامورا کیه؟ توی بکستیج کودی و ست و سمی رو داریم که کودی از سمی میخواد با ست خصوصی حرف زنه و خلاصه کودی به ست میگه که یه شب برای وار گیمز با هم خوب باشن، بعدش توی 364 روز باقی مونده از سال میتونن همدیگر رو پاره کنن، که ست هم قبول میکنه. اون پشت آیوار یه لحظه میاد توی کادر که یکی اونجا بود و برش میگردونه عقب. زنگ دومین مسابقه شوبین اوتیس در مقابل شینسکه ناکامورا به صدا در میاد که تو این مسابقه ابتدا اوتیس کنترل رینگ رو در اختیار میگیره و کاترپیلار میزنه، اما بعدش ناکامورا خیلی ساده با اجرای 3 تا کینشاسا پشت سر هم برنده مسابقه معرفی میشه. تو طول مچ الفا آکادمی دخالتی نکردن و بعد مچ الفا آکادمی میان بالا سر اوتیس که ناکامورا کله چد گیبل رو هول میده و حالا چد گیبل خواهان مسابقه با ناکامورا میشه. قوانین وار گیمز به نمایش گذاشته میشه که میتونید ببینید. درو و ست رو نشون میدن که درو میگه تو بهم گفتی اگه توی کرامجول ببازم هیچ کس رو جز خودم نباید مقصر بدونم. حق با توه. همچنین بهم گفتی شاید بهترین اتفاق همین بوده که برام افتاده. بازم حق با توه. یه چیزی هست که از اون موقع میخوام بهت بدم. درو دستشو سمت ست دراز میکنه و این دو به هم دست میزن و درو ادامه میده تو واقعا مثال خوبی از قهرمان جهان بودنی، تبریک بس، منم میرم که سخت کار کنم تا ریمچمو بگیرم. ست میگه کار درسته بسر، میدونم که ریمچ رو خواهی گرفت. مسابقه تک به تکی بین پایپر نیون به همراه چلسی گرین در مقابل تیگن ناکس به همراه ناتالیا به نمایش گذاشته میشه که توی این مچ پایپر تلاش میکنه تا دست چپ تیگن رو مصدوم کنه و میاد تا روش گلم اسلم بزنه، اما تیگن با رول اجازه نمیده و سری با زانو میره تو صورتش رو کاور که پایپر کیک اوت میکنه. تیگن میره تا کار رو یکسره کنه، اما چلسی گرین حواس تیگن ناکس رو پرت میکنه که ناتالیا میاد بالا سر چلسی و هولش میده. پایپر میزنه زیر بساط ناتالیا و رانینگ کراس بادی اجرا میکنه، اما تیگن جاخالی میده و در جا وولز شاینیست ویزارد میزنه و کاور، اما پایپر با گذاشتن پاش روی تناب رینگ کاور رو به هم میزنه. تیگن میاد تا کود رد بزنه، اما پایپر نیون اجازه نمیده، میاد تا بشینه روی تیگن که تیگن جاخالی میده و رولش میکنه. داور میشمره و تمام. تیگن با رول کردن پایپر برنده معرفی میشه. با دمیز صحبت میشه که جکی میپرسه چی باعث میشه که شما رو به خلع گونتر از سلطنت سوق بده. دمیز میگه اتوبوس، با اتوبوس اومدم اینجا. اگه منظورت مسابقه است احترام برو. دمیز ادای گونتر رو در میاره که آیوار میاد و به دمیز میگه تو واقعا دلغک و جوکی و به سروایور سریز نمیرسی، که برانسون رید هم میاد و با آیوار درگیر میشه. مسابقه بین چامپا در مقابل لودویگ کایزر برگزار میشه که توی مسابقه نچندان جالب وینچی توی مچ کرم میریزه که داور مسابقه از کنار رینگ بودن محرومش میکنه، اما آخر مسابقه دوباره سر و کلش پیدا میشه و با پا میره تو حلق جانی که چامپا حواسش پرت وینچی میشه و لودویگ به سادگی با رول کردن چامپا برنده معرفی میشه. جاجمنت دی رو نشون میدن که دام در مورد زوی حرف میزنه و میگه فکر کرده کیه، که مای میگه اوکیه سروایور سریز که بشه هندلش میکنم، اما از اونجایی که تو و جیدی از ارینا بند شدید باس روی فین و دیمین تمرکز کنیم که از کمربندشون دفاع کنن، پس شاید ما باید ببینیم که لیدر نترسمون به چی فکر میکنه. دام به دیمین میگه سید ما برای هم مسابقه ثبت نمی کنیم. دیمین میگه خیلی خوب، حالا فشاری شده بودم یه چی گفتم، میدونید که منظوری نداشتم. ریا میگه اما باید اشاره کنم خوبه برای وار گیمز اگه شما بچه ها اوکی باشید پریست کار رو به دست بگیره، که فین و دام اوکی میدن و دیمین هم میپذیره و ریا به دیمین میگه پریست تو مسئول وار گیمزی،
فین میگه یه چی دیگه هم هست که واسه بهش رسیدگی کنیم. ریا میگه جیدی رو میگی؟ دیمین میگه لازمه الان. ریا میگه آره لازمه، چون الان جیدی به خاطر تو رفته زیر مدیکال. فرض بگیر تو جاش بودی الان زیر مدیکال بودی، بعد چه اتفاقی سر کارمندان تکتیک میافتاد؟ فین میگه یالا بزرگ مرد، اون خودشو بارها و بارها ثابت کرده، وقتشه که عضوی از جاجمنت دی بشناسیمش. دیمین میگه اوکی. ریا میگه خوبه پس بریم به جیدی این خبر خوب رو بدیم، که دیمین میگه بذارید خودم این کارو کنم. زایالی از چانچینگ چاینا وارد میشه و ایندی هارتول مسابقه میده، که توی این جوک زایا با اجرای اسپینینگ هیل کیک مثلا ایندی هارتول رو به اون دنیا منتقل میکنه، که داور مسابقه مچ رو به اتمام میرسونه به نفع زایالی. بعد مچ به کلینچ وارد میشه، میاد تا به زایا منهندل اسلام بزنه، اما زایا پا به فرار میذاره و به کلینچ اعلام میکنه که هفته بعد این دوتا با هم مسابقه خواهند داد. دمیز و گونتر رو نشون میدن که برای مسابقهشون در سروایور سریز برای هم رجز میخونن. چهار لوزر رو نشون میدن که انتقال داده میشن. مسابقه آیوار و همراه والهالا در مقابل دمیز آغاز میشه. توی این مسابقه والهالا برای اولین بار دخالت فیزیکی میکنه، هرچند که ثمره‌ای نداره. برانسون رید سر و کلش پیدا میشه، از نزدیک مچ رو نگاه میکنه، که در آخر زمانی که آیوار میاد مونسالت بزنه، برانسون دست به کار میشه و با پرت کردن حواس آیوار باعث میشه دمیز به نوعی آیوار رو رول کنه و با کمک از سنابهای رینگ برنده مسابقه معرفی میشه. بعد مچ برانسون با آیوار حمله میکنه و سونامیشو بهش فرو میکنه. ساعت مسابقات شو جوریه که باید فقط روشون سیفون کشید. دیمین و جیدی رو نشون میدن، که دیمین با دادن لباس مخصوص به جیدی مکدونا بالاخره جیدی مکدونا رو به عنوان عضوی از جاجمنت دی معرفی میکنه. ایمپریوم رو نشون میدن، که گونتر از وینچی تعریف و تمجید میکنه و با لودویگ حال نمیکنه. بعد سر و کله سلاطین هندوستان پیدا میشه، که جیندر به لودویگ پیشنهاد میده که حرکت بعدیشو هوشمندانه انتخاب کنه. آلفا آکادمی رو نشون میدن، که کرید برادرز میخوان آویزونشون بشن، اما چت زیر بار نمیره. بعد آیوی نایل و مکسین رو نشون میدن، که به نظر با هم رفیق شدن. آکیرا تازوا رو داریم که این کارمنده آشغالی رو با رقصش تبلیغ میکنه. مشکارت های هفته بعد به نمایش گذاشته میشه و مین ایونتش رو آغاز میشه. مسابقه سرکارمندان Undisputed WWE Tag Team بین کودی رودز و جی اوسو در مقابل قهرمانان این کارمندان دیمین و فین. توی این مسابقه خوب شاید یه روند برابر میشیم، که ابتدا فیس ها و بعد هیل ها کنترل رینگ رو به دست میگیرن و در آخر جی به فین و دیمین سوپر کیک میزن و اسپلشش رو به دیمین فرو میکنه و کاور که دیمین کیک اوت میکنه. جی میره برای اجای اسپیر، اما دیمین اجازه نمیده و لایجای ساوت آف هیون با فین تگ میکنه، اما جی خودش رو خلاص میکنه و هم فین هم دیمین رو میزنه، که کودی رودز سر خود وارد رینگ میشه و به دیمین کراس رودز میزنه و فین میاد تا حرکتی بزنه، اما جی بهش اسپیر میزنه و بعد جی و کودی به فین واندیکاتر میزنن و کاور دیمین کاور رو به هم میزنه. کودی سری دیمین رو از رینگ خارج میکنه و روش سویساید دایو انجام میده و میاد تا بکونتش به پای رینگ، اما دیمین شرایط رو برعکس میکنه و روکش پای رینگ از روش در میاد. دیمین به کودی روی ایپرون چوک سلم میزنه و میاد بالا سر فین، که جی از فرصت استفاده میکنه و روی فین و دیمین میپره. جی فین رو برمیگردونه به رینگ، که سر و کله درو مکینتایر پیدا میشه، خارج از رینگ به جی اوسو کلیمور کیک میزنه. درو جی رو میفرسته زیر دست فین و فین فقط کاور میکنه و تموم. برندگان و همچنان قهرمانان و کارمندان تکتیم فین و دیمین معرفی میشن و بعد مچ درو روی استیج وای میسته، که ریا ریپلی میاد پیشش و دستشو سمت درو دراز میکنه و این دو به هم دست میدن. هل یه درو مکینتر بالاخره هیل شد، به این شکل شو رابط من میرسه. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و مرسی از باتیستا بابت حمایت مالی.
برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشو بغل کنید و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymeets.ir/thegamedrubal6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باشید.